به نام لایک تو توانا. السلام علیکم خانواده عزیز، بانوی گرامی، خدا کنه صحت مند باشین و نیمه روز خوبی داشته باشین. خواهر گرامی بینده عزیز برنامه بانو، السلام علیکم. خرسند هستیم که باز هم در خدمت شما عزیزا قرار داریم. وقت نش برنامه شما فرا رسیده و باز هم در خدمت هستیم. خواهر ما که میخواین با برنامه به تماس شن 86-56 دایل بکنن و خواهر ما که خارج از کشور هستن میتونن که کد نمبر شب مکمل دایل بکنن 0796-0066-56. و پیام های شما که از طریق 456 مواصلت برزیده پیام های شما نیز با ما هست. خورم اکنه میتونن در جریان برنامه با من بتماشن، میتونن به 456 زنگ بزنین، کلید 163 دور فشار بتین و پیامتان بگذارین. برنامه ما به مدت نیم ساعت به طور زنده به نشر میرسه و منتظر تماس های شما هستیم. و یک بار دیگه هم شماره رو تکرار میکنم، صرف 86-56 و البته تماس داخلی ما. بله دوستای عزیز، تویی که تماس های شما رو می داشته باشیم، میریم و یکی از پیام هایی که در 456 آمده میشنویم و مشوری خوب دکتر سیبه. همکار عزیز، البته پیام های 456 بسیار زیاد است و بعضا تکراری هم است، بعضا از پیش ما غلط میشه. بله. شاید دوستا فکر بکنه که این پیام دو دفعه نشکن، در حالی که پیام من شاهد ازی هستم که تا 6 بارم پیام یک وارد همون شکل که میمانن. خب اونا فکر میکنه که زیاد پیام بانن زود نشر میشه. خب بر صورتش اگر میشه، یکان خوبی هم داره، بعض اوقات یک پیام بسیار خراب میباشه. بله بله. آوازش درست نمیباشه، درست ما گرفته نمیتونیم، ولی باز پیام دومش خوب میباشه، میتونیم که از او بگیریم. بله. ولی من شاید ازی هستم که تا 6-7 پیامم بمتو بمی شکل بده. و فرزان جان، یک موضوع را که ما میخوایم که سر از او صحبت بکنم، یک موضوع است. ما بارها از خواهرای عزیز تقاضا کردیم که هیچ وقت فکر نکنین که یک مشکل بسیار جدی دامنگیرشان میشه، به قانون مراجعه نمیکنن. ما بارها گفتیم که ما قانون داریم، مقررات داریم، پلیس ملی داریم، همه چیز داریم. لطفا اگر یک مشکل دامنگیرتان میشه به پلیس اعتبار بکنین، اطمینان داشته باشین که مشکلتان حل میشه. یک موضوع رو ما براتون بگم که یک هایپد ما تقریبا چند روز پیش مفقود شد و من این موضوع رو آنن برای اوزی 16 پلیس اطلاع دادم و آمر اوزی 16 پلیس باور بکنین امرای آمر صاحب جنایی تقریبا در 1.5 ساعت بعد. بله. همون چیزی که گم شده بود 1.5 ساعت دوباره به دست من داد. شما خودتان فکر بکنید، اگر هر کس بگن این گپ قبول نمیکنه، ولی ببینین که پلیس چقدر فعال است. و من شخصا تشکری میکنم از حوزه 16 پلیس ملی ما و همواره از خواهرها تقاضا میکنم که به پلیسان اعتماد بکنین و هر مشکلی که میشه لطفا به قانون مراجعه بکنین. قانون در خدمتتان است. تماس هم داریم، میشنویم که کدام دوست ما هستن و چی گفتنی دارن. بفرمایید. علیکم السلام خواهر، خوش آمدین. بفرمایید. خوش باشین. اسم ما مشگان است. ما مدت یک سال میشه کارچی که شما خدا زیاد دوست دارم، اما من فهمیدم ما امروز در فکر دخترهای مردم دیگه است، چشمش به خانمه دیگه است، من میفهم چی کنم. لطفا شما به سوال ما جواب بدید. یعنی چشمش بودن چی؟ وقتی که به شهر بازار میره هر کس نگاه میکنه، منظور تو نه درست؟ بله، تمام روز در تلفن مشغول است، امرای دخترها گپ میزنه، مسیج میکنه، اما وقتی که من میگم با سوالی نه کار میشه، میگه بر تو خرف نیست، تو به کار ما چی؟ ای خو کار نیست، بگو ای خو کار از اردوی ماسی، خو مسئله ننگ و ناموس از دیگه ایش میره، چرا کار خود میگن؟ بر صورت شما با خواست هم دیگر عروسی کرده بدین؟ بله بله. هم دیگر دوست هم داشتین؟ بله. او اخی بیماری را نداشت؟ نخیلی. یا احساس نمیکدین؟ نخیلی نداشت. بعد من میگفت که ما ایره بعد از عروسی پیدا کرد؟ بله. گفتم بعد از عروسی بیماری را پیدا کرد؟ بله. خب با شما چی میکنین؟ جنگ و دعوا رو برام اندازین یا کوشش میکنین که بقبوله؟
حداقل اونا رو متوجه میشته باش بسازین. من خیلی خجالت بودم که من روزی که جنگ دوام کنم فایده برای خودم دیگه خون کنم مولم. اما بارها باش میگم من بر خانوادیم نمیگم، میگم دیگه خون میشن بر خانوادی خودش نمیگم. میگه اگر تو شکایت کنی باش من میفهمم روی چی کنم، اما نمیتونم هیچ کار کردن نمیتونم نمیتونم که چی کنم. آلو عشقای گذشته چی شد نگفتی برش؟ بله؟ بله هست این روی خط؟ خب تماس از اخوار ما قطع شد. 86-56 پل ارتباطی بین ما و شما هست، 86-56 از داخل کشور وقتی که با ما به تماس میشین فقط همین شما رو دایل بکنین و خارج از کشور 0796-00-86-56 رو دایل بکنین. منتظر تماس های شما هم دوست هستیم. همکار تکنیکی تماس های 456 آماده است، یک تماس هم شنیم. از باغ بالا کارت پروان گپ میزنم. ما عمر جوانی خود وقتی که ما عروسی کردم خوشاور بی حد بی اندازه ظالم خدا هم به حساب زنم دای زن خود فوت کرده بود. خو مقصد ما بعد که در چی ازی عروسی کردم عروسی کردم و از حال هم پده میامد بالاخره این ما چی شد ظلم و ستم از مفیدوزا روز بودم و خلاصه کلام حال سایب اولادا شده این نام خدا و خلاصه اولادا خود کلی نمی خرد و خوراک و تا یک دو تنان خشک نمی خرد. یعنی ما از اولی قفدس خود که تون ما یک معلم حال تقاوت کردیم و یک معلم بودم و هر که زمی هر طرف درس می دادم و اولادا ما به می شکل مستر نکلان کردم. یک وقت شوهرم آمد که ما پنج اولاد داریم، کلش دختران هم خدا و دخترم که آخری چهار بچه یک دختر که هم دخترم هم آخری. وقتی که دفع کنتی تبا و نوری و می سر دستر کامیاب شد او وقتی آمد گفت اون یه این دختر تا می نده چی شده خیالش آمد ما چی. ما وقتی که دیدم که این مرا فاطر هم واقع میلا کرد و چی که من دوی قصیش نشدم فقط این فکر شدم که اولادای ما چطور کلان کنم، اولادای ما چطور کنم که اولادا را کلان کنم کلان کنم. بالاخره خوب دیگه مرا تا میتونه زنی زجر و ستم کنی پرسان نکنیم، دیگه هیچ پرسان نکنیم نیست نمیگم خود مام جگر کن میشم. آل ما دیگه چی شدیم که آل دیگه وقتی که آل پیر زهیر شده آل آمده و بسا بخش شده و چی میتونم ما به سر از وام از نگاه پیسه از دومه مای رمضان بود من کمی پانزر پر خیلی گفتم نان خلاص وقت سر بود پنگ پکتر بود نان بخریم ول نایی شگن داخته باشه. یعنی به مای شکل کلام که آل ما سخت احترامش دارم از نگاه انسانیت تربیه کشدیم احترامش دارم. نان میگه نان میگه نمیده میایه کل خرج خوراک ترم است میایه میخوره میره. ما ایران موندیم که آیا گناه نمیشه؟ ما ایران موندیم چی کنم؟ ما نمیفهمم که قدر ما چی کنیم. آیا کل که میایه میگه نان بده یا بده کالا بده کمتر ندارم اون ندارم این بده ما دل میسوزه من چی بلا دل دارم من نمیفهمم شما چی مشوره میدین کاز گناه است ای چطور است که ما بیاد به چی کنم من میفهم بگیم شما هرچی مشوره میدین من میره بر شما مخصوص گفتم شما هر رای که من میدین من کنفم من کنگان نشم خود من برای دیگه رو میگم باز بخشیدم و خیر از عمر بود تیر شد ایچی گفت بیشه خدا حافظ. فکر میکنم یک تماس هم داریم. بله خواهر عزیز هستین؟ بله؟ بله بفرمایین خواهر. متاسفانه تماسشون قطع شد. خب یک چیزی که فرزان جان من خدمت از این معلمی عزیز که اینقدر احساس هم دارد تمام مسائلم میفهمن که در گذشته ها کی چی کرد چنان کرد هر چیز هست انسان واگذار کنه به خداوند. ولی یک چیزی که بسیار مهم است اگر انسان رفتار بالمثل بکنه، ببینید یک کسی در تلفن مرا دشنام میده هر چیزی که میگه او تربیه از او است، ولی اگر ما رفتار بالمثل بکنم و ما او را هم دشنام بدم خیلی فرق بین ما و آدم و انسان چی شد؟ اگر یک انسان برای ما بدی کرد هر کاری که کرد ما مو عمل بالمثل انجام دادم خیلی فرق بین ما و آدم چی شد؟ هر کارم ما بارها گفتیم که انسان هر کاری را که میکنه به خاطر رضای خداوند بکنه بار بکنین باز او وقت هیچ وقت انسان پشیمان نمیشه و هیچ اصلا از کسی گلگی هم نمیداشته باشین. هر کاری که انسان میکنه به خاطر خداوند بکنه و خداوند اجرش در دنیا و آخرت برتان میده.
اگر شما همیشه در فکرتان همی باشه که این انسان برای ما بدی کرد، این انسان برای ما چنان کرد، چنان کرد، جوانی مرا تباه کرد، برای ما دروغ گفت، مرا از خانه کشید یا چنان کرد یا هر گپ که زد، بار بکنین اولین این شعله های آتش هست که این وقته ها اول خود انسان می سوزه، بعدا این معلوم نیست که به او سرایت میکنه یا نمیکنه، ولی مهم امی هست که اول خود انسان میسوزه. پس به او خاطر اگر انسان میخواه که همیشه راحت باشه، همیشه بخشندگار باشه، یک موضوع شما پیشتر یادآوری گفت، من نمیفهم که خداوند چی دل بر ما داده. این عالی ترین قلب است که خداوند بر شما داده، ایره بر هر کس نمیده. کوچکترین یک کاری که میشه ببینین که امو انسان همیشه در فکر ازی است که چطور از او انتقام بگیره، ولی شما اصلا در فکر انتقام نشدین. یک تماس هم میگیریم قطع نشه. بفرمایید خواهر عزیز. ما مشکل داشتم. ما میشنویم خواهر عزیز، بگوین مشکلتانه. ما از قلمت خان زنگ زدیم پخش کنه. شما گفتیم که هر مشکل که داشته باشی به پلیس تان اطلاع بدیم. بله. گفت که چی من شوهرم دا که تقدن رابطه داره. بله. اونا برش کلام جای دیگم خانه که را گرفته. من گفتم بر این چی بر پلیس که زنگ بزنیم، برش کلام شماره بزنیم. در پلیس رفتم بود و نه یک ماه پیش خوشی از مزنکه سرشریزه کده بود. بازو جرفت چی نکد. هیچ چیز پلیس کتش نکرد، اونو پس ایلاش کرد، یک ماه میشه. خب اصل موضوع را شما هم خبر ندارین که اصل موضوع در چی است. حالا جنبه قضایی، جنبه جنایی موضوع داره یا نداره؟ حالا خب ای ولایت برده بوده. نه خواهی مربوط پلیس نمیشه، موضوع خانوادگی است. این یک موضوع است که اگر بعض اوقات یکان کس هست که نکاح میکنن، ایجاب قبول است، نکاح میکنن با هم دیگر، خب پس این دیگه وقتی که عمو سند نشان میده که ما نکاح کردیم، پس دیگه او خود نکاح کردن دیگه، او خب خودش میفهمه و ضمیرش وجدان نکردن. نه او زن شوهر داره دیگه. خب این خود جرم بسیار بزرگ است. خب چطور این کار کردن باز؟ این 5 سال میشه که کتر نموز، هیچ پروای ما رو نداره، خرچ خانم باز نمیده. بانوی ما رو چه ورود هم امروه ازمون میباشه. آز دیگه جایی برش خانه کرده و میگرده، چه میکشی دیگه جایی برش. هیچ نمیفهم که چه کنم، هر چه بکنم چه برش باید. شورتان شبانه به خانه شما نمه؟ شورتی زیره از طرف روز میره. اما از صبح تا یه ده بجه رفت تا 11 باز شوهر از اونا خانه نمی باشه؟ کس دیگه در خانه نیست همراهشون؟ خوشیش گفت که شوهرش موتروان است، میره بر کار میبره، شبکی خانه می باشه، روزی پیش میره، تمام خط خانه شهی برش میده، کرای خانه را می برش میده. خب تشکر. من فهمیدم شما مشکل در کجا داری. خب دوستان عزیز، یک وقفه کوتاه میگیریم و زود برمیگردیم. دوستای عزیز، بازم خوش آمدین. و دکتر صاحب در جریان ازی بود که صحبت میکردن در مورد خواهری که پیام گذاشته بودن و از شوهرشان شکایت داشتن که با وجود ازی که اولادشان آل بزرگ شده، آل شوهرشان میایه و زیاد مذرت میخواه و چون آل دیگه مسن شده، آل پس احتیاج ازی بانوی عزیز شده و گفت با بسیار دلم مهربان دارم، دلم به آلش میسوزه، در حالی که هیچ کمک بر ما و اولادای خود نکرده. خب پیشترم در این مورد بازم فقط هم یک موضوع بر ازی خواهر میگم که کوشش بکنین همیشه خوب باشین. این مهم نیست که در مقابلتون کی چی میکنه، فقط شما امی تربیه عالیتانه، امی برخوردتانه حفظ بکنین و رفتار بکنین با شوهرتان که اونا خودشان باز میفهمن. پشتدی نگردین که اگه یک روز پول نداد بر شما یا نداشت یا هر گپه که بود، ولی اونا درک کردن، همین که حال از پیش شما معذرت میخوان، تمام مسائل درک کردن که شما در چی حالت، اولادا رو چه قسم تربیت کردین، بالاخره خودتان در کجا رسیدین و آل روز از اونا رو میبینین. پس ببینین که نیکی هیچ وقت رای خدا گم نمیکنه و نزد خداوند هم حجرش هست. پس به او خاطر کوشش نکنین که هم رفتار بالمثل بکنین، همیشه احترامشان بکنین، همیشه اگر میبینین که محتاج میشه شما
به هر شکلی که میشه و در جرمش اولادانم برش بگن که کینه نگیره. چرا بسیاری اولادا مادرها میبخشه، خانمها شوهرای خود خب میبخشن، ولی اولادا نمیبخشن. اولادا باز یکان بسیار چی میشه در مقابل پدر خود عقده میگیرن. کوشش بکنین که شما هم با نسایی سودمندتان اما اولادتان هم بفهمانین. بله و به می ترتیب مشگان جان بودن، گفتن تقریبا یک سال از ازدواج چون میشه و شوهرم گفت زیاد دوست دارم، اما متاسفانه شوهرم به فکر و هوش دخترای دیگه است و در تلفن همراهشان صحبت میکنه و گفت من زیاد از ایالت رنج میبرم. خب بر صورتش اینا یک سوال از پیشان کردم که چطور شد عشق گذشته؟ چی گپای برازی خوار میگه فالبو چی شد؟ بله بعض کسا هست که باز عروسی باز همی وقتی که عروسی میکنن باز همو عشق از بین میره. بله عشق کاذب حقیقی نیه، عشق واقعی هنوز او زیادتر و زیادتر شده میره. عشقای کاذب هوس آلود باز به اونمو شکلش میشه. ولی این موضوعی که مثلا یک نفر، من نمیفهم چطور یک مرد جرات میکنه. ببینید این موضوع از لحاظ اخلاقی است، مسئله زور و ترسی گپا نیست که یک نفر بگه که فلانه از زن خود میترسه. به گفته دکتر صدیق افغان، هر مرد هوشیار از زن خود میترسه. این ترس، این مسئله ترس هم نیست، ولی یک مسئله حیا هست که چطور وقتی که میگه چیزی را که خودت نمیپسندی، حالا چطور از خودت کوشش میکنی همون مسئله رو بالای کسی دیگه تحمیل بکنی؟ آیا یک خانم اگر یک ممی موضوع رو برات بگویه خودت برداشت کرده میتونی؟ همون لحظه میگه دنیا رو به خون بدم، خونمون حالت جانم مقابل هم داره. همون را حالت فکر بکنی. با گفته سعدی که اگر خودت احساس ازی داری که زیر پای فیل نشی، اگر حالت خود مرچه رو ببینی که عین اون حالت پای فیل و مرچه است. این همه یک حالت هر کسی که اگر بالای خود فکر بکنه که یک زن همیشه در مورد از شوهر خود بشنود، در مورد از این که اینا مبایر ارتباط دارم، با ارتباط دارم، تو را غرض نیست، برو خانه بابی تو، چنان چنان. خب زن نه معصوم است نه مظلوم، ولی خود همه تو کوشش میکنه جور بسازه. ولی اتو نیست که زن معصوم باشه، مظلوم باشه، هیچ از خود دفاع کرده نتانه، ولی زن با کوشش میکنه که همی مسائل اصلا در فکرش نبا یا خود به یک شکل تیر بیاره و در زندگی زیاد امیدوار است و میفهمه که یک روز شوهرش مثل مخواره که پیشتر برام گفت یک وقت پشیمان میشه. ولی بر صورتش این مسائل خوب شما اخوارم درک کرده که با جنگ و دعوا حل نمیشه. ولی بعض کسا هست که نمی عقب خود میته که پیش روی خانم خود نمی مسائل میگه که من با این ارتباط دارم، با فلان کسات دارم، پیش روی خانم با بچه با دخترای دیگه صحبت میکنه و به هر چیزی که میگه همون خانم بیچاره است که میشنوه. ولی ای که نتیجه صبرتان هم دمی دنیا و در آخرت هم میبینین، ولی کوشش بکنین. راه های عل بسیار مختلف است. اولی که چی چیزه شما کمبود دارین که اونها رو میخواین که در دخترهای دیگه یا در زنهای دیگه چی در چی مزه که در حلال است های در حرام است. ولی کسایی که زیاد مثلا امین نوشیدن الکل، شما به خودتان میگید که چقدر یک بوی بد داره و قسم با کسی که امیره مینوشه در چی حالت است. ولی یک حالت میرسه که باز اینم حالت اینقدر برش خوشایند است او که دیگه کاملا اشباع میشه. ببینید با یک مزه خاص او را میخورن. در حالی که اگر ما شما اگر یک بوی بکنیم حالت تهوع بر انسان دست میده، ولی سر وجود خود قبولانده. بعض کسایی که در حرام عادت کردن این همه تو باز اونم حرام برشان خوشایند است. ولی اگر خودشان بفهمه که فردا روز محاسبه خداوند شدید است و باید که متوجه از این موضوع باشن و اگر پیشترم گفتم اگر خود از این خوار اگه گپ بگویه برداشت برازو چقدر مشکل است، باز از این را منحرف میشه. ولی آیسته آیسته کتشان گپ بزنین و همو مشکلاتشان درک بکنین که کدام موضوعات باعث از این میشه که تمایل پیدا میکنه به دخترها یا به زنهای دیگه. امیره وقتی که پیدا کردین باز میشه که تداویش باز کاملا ساده و سهل است. بله یک وقفه کوتاه میگیریم دوستای عزیز و برمیگردیم.
وقتتان خوش دوستای عزیز. و تماس بعدی ما بنوی بودن که از قلعه احمد خان با ما به تماس شده بودن. مشکلشان جدی بود و از دکتر سو پرسیدن که شوهرشان با یکی از خانمایی که شوهر داره ارتباط داره و ارتباطشون تقریبا 5 سال هم میگذره و خوشویی از او خانم هم شاهدی داده که عروسش با شوهر از اینا ارتباط داره و تمام مصارفش میپردازه و کرای خانیش خرج و بعض موضوعات دیگه شه. گفتم آیا همراه کدام ارگان با تماس شویم تا این مشکل ما حل شه؟ اول فرزان جان، اینا گفتن که در آغاز ما گفتم که پلیس ملی در خدمتشان است، واقعا حوزه های امنیتی بخش جنایی کار خود خدا میکنن و در وقتی که یگان مشکل بسیار جدی میباشه که حل از او از خانواده و از بزرگا بدور میشه و بالاخره به ظلم میانجامه، ضرور است که حق خود را باید بگیرن. ولی بعض اوقات برای پلیس هم مشکل است، چیزی که اسناد به دست نداشته باشن و اتو ثبوت نباشه، اتو ناممکن است که یک نفر گرفتار بکنن صرف بر مبنای گفتار یک کسه. ای که شوهرتان با اوجه میره یا نمیره، ای هم بر مبنای حدس و گمان است، شما تحقیق درست نکردین یا شنیدین یا ای که از تلفن های شک کردن یا که تلفن کردن یا که هر چیز بدن یا که گفتن که هم یک روز رفتن به خانه شون ناکس نمی باشه، خانه برشون کرا گرفته. اینی موضوع تا وقتی که دقیق نشه، تا وقتی که اگر این موضوع دقیق باشه که باز شما اطلاع بتین، و اول این موضوع خو مهم ای است که یک بار دقیق شوه و دوم دیگه در مراحل اول خود من طرفدار زمین من نیستم، به خاطر که بعض کسا هست که یگان کار را در کاملا بیعقلی خود انجام میتن، حق نارسایشان و یگان مسائل از روی عقده و عقده بازی و گپا انجام میتن. اونا باید که در امو مسئله را که شما برشان اگر یک اراس از این موضوع برشان بتین که اگر شما اصلاح نشدین من مجبور هستم که با قانون مراجعه بکنم، شاید که بازم کار نکنه. و بعض اوقات بار بکنین که بسیاری از موضوعات بسیار خرد می باشه، مثل یک وقتی که ما تو بازی میکنه توپ هفت پوستک میگه اینه که مشکل میباشه، از یک توپ فوتبال جور میکنن یا بسیار کلان جور میکنن. این قدر مشکل هم نخواد باشه، این قدر موضوعات هم نخواد باشه، یا ولو که هر کسی باشه بسیار مشکل است. و فرتان جان، فرق بین حلال و حرام انسان همین میبینه که با یک زن نامحرم وقتی که در یک جای گشت و گذار میکنی یا به خانه میری، فقط بگی همی در و دیوار همش از او خبر میشه. بله. ولی با خانم خودت که حلال است، بار بکنی که هر کسی که وقتی که نگاه میکنه سر خود پایین میکنه. این هست فرق بین حلال و حرام. ولی این موضوع بسیار زود تشهیران میشه، بسیار زود رسوان میشه. چرا خداوند برای یک کس یک بار، دو بار، سه بار چانس میده، ولی اگر زیاد شوه، افراد بکنه، باز خود خداوند او رو بیاب میسازه، بیاب رو میسازشه، به خاطر که باز او از دیگه هیچ متوجه نیست. ولی در مرحله اول شما کوشش بکنین که این موضوع را شما هم عقده گرفتین، کوشش بکنین که یک بار تحقیق درست بکنین. بعض اوقات بار بکنین که اگر چیزها را ما فکر میکنیم که چنین است چنین است، ولی اصلا امو موضوع نمی باشه. کس با کس زنگ زد فرزان جان برش گفته که او تلفن قطع کرد، ای دیگه همین یک حاسی و بسیار غمگین خفه که سی که تلفن مرا قطع کرد، بزد قطع کرد چنان که جا جای مصروف بود یا امرای کس بود، گفت بسیار مرا بیزه ساخت که به این شکل من بر زنگ میزنم. دیگه بار که زنگ میزنم گفت ببینین که تلفن خدا خاموش کرده. از این کده گفت دیگه بیرمتی نمیشه، چنان نمیشه، بسیار براشفته، بسیار آسی. وقتی که چند لحظه بعد خبر میشه که این تلفنش موبایل چارج خلاص کرده و چند لحظه بعد از یک تلفن دیگه زنگ زد برش، گفت ببخشید تلفن ما چارج خلاص کردید، ما بر زنگ زدم دیگه. تماما موضوع خاموش شد. بعض اوقات حدس و گمان بیجا انسان به طرف منفی میکشانه، یعنی موضوع بسیار خرد میباشه ولی شما بسیار فکر میکنین که بسیار بزرگ است. پس به او خاطر کوشش بکنین که اول خوب گمان به یقین تبدیل بکنین که یقین است و موضوع کاملا درست است. باز او وقت میشه به مرحله اول برشان بفهمانین که بسیار شرم است. او هر پولی که شوهرتان پیدا میکنه، هر مردی که پول پیدا میکنه، یک بار زندگی مجردیشان نگاه بکنین، باز از او بعد از اینکه متعهل میشن باز وقت این پول تماما همانت است، فقط
عامر مالی است. این پول امانت است، امانت اولاداش و از شما، از خانمش. خداوند اگر میته از برکت اولادا، هر اولادی که به دنیا میه پول از این اضافه میشه و این نمیتونه که از این پول فردا روز خداوند از پیش پرسان میکنه، این باید امانت دار است. این تماما پولش فقط و فقط مربوط خانمش و اولادش میشه، ولی اونا اگر بیجا مصرف میکنه این یک گناه بسیار بزرگ است. بله. خب دوستای عزیز، وقت برنامه شما هم تمام شد. تا تقدیم برنامه آینده تمام شما عزیز را به خداوند بزرگ مسپاریم. الله یار و نگهدار همه. وقت خوش، خدا نگهدار.